امام خدا جلسه بعدی درس استاتیک رو با هم شروع میکنیم. در جلسه قبل این مقدمه درباره تحلیل تیرها گفتم و گفتم که وقتی ما میگیم یه تیر رو میخوایم تحلیل کنیم، یعنی اینکه نیروی محوری، برشی و لنگر خمش رو در تک تک نقاط تیر به دست بیاریم. حالا با مثال توضیحات بعدی رو میدیم. ببینید، تیر داده گفته مطلوب است آنالیز تیر نشان داده شده. وقتی میخواین حل کنید این پایین شکل رو خالی بذارین، بعد میگم چرا. خب من این رو میخوام حل کنم، اول عکس العمل های تکنیکایی رو به دست میارم. سیگما اف ایکس صفر، اینو آ، اینو ب، های ایکس، های ایگرگ و بی ایگرگ. پس در نتیجه های ایکس هم صفر، سیگما اف وای صفر، در نتیجه های وای علاوه بی وای مساوی با 10 تون، سیگما ام حول نقطه آ مساوی با صفر. لنگر گفتیم جایی که بیشتر حذف مجهول رو داشته باشه، تو آ تو بی هر دوتا مثل همه. حالا من اختیاری توی آ گرفت. خب این فاصله ها هم یه متر و یه متر هم. میشه 10 ضرب در 1 داره ساعت میگرده منفی، بی وای ضرب در 2 داره پاد میگرده مثبت. در نتیجه بی وای میشه 5 تن. میزنیم توی این بالاییه، جانشین میکنیم در 1، آی وای هم میشه 5 تن. خب مرحله اول انجام شد. مرحله بعد گفتیم باید مشخص کنیم چند تا مقطع میخوره. گفتیم مبدا رو اول مشخص میکنیم. مبدا معمولا گوشه سمت چپ رو میگیرن. مبدا وارد جسم که بشیم یه مقطع باید بزن، مقطع شماره. بعد از بار متمرکز هم باید یه مقطع بزن، دیگه چیز دیگه ای نداره. این تکیگاه اینجا چون دقیق انتهاشه، دیگه بعد از اون که من نمیتونم مقطع بزن، پس من فقط دوتا مقطع. خب تک تک مقاطع رو میارم بیرون، فرض میکنم این یه جسم صلبه و براش تعادل می‌نویسم. مقطع اول رو میارم بیرون، دیگه تو مقطع اول تو این قسمت دیگه چیز دیگه ای نداره. معادلات هم میاد بیرون، پی ایکس، وی ایکس و ام ایکس. ایکس یعنی در فاصله ایکس. خب فاصله مبدأ تا محل مقطع را میگیرم ایکس، اسم این محل مقطع را میذارم او. خب ایکس هم هست بین چند تا چند؟ x از اینجا هست تا اینجا، یعنی از 0 هست تا 1. این فلش یعنی که من مبدا رو گرفتم گوشه سمت چپ و دارم میام. اصلا دیگه کاری به این قبلی ندارم. الان شکل من اینه و این مقدارم دارم. i x 0 و i y 5. برای این من تعادل می‌نویسم. یه جسم دارم این شکلی. سیگما f x مساوی با 0، در نتیجه آی ایکس که صفره پس پی ایکس هم صفر میشه، پی ایکس هم صفر. سیگما اف ایگرگ مساوی با صفر، در نتیجه در جهت ایگرگ چی دارم؟ یه دونه آی ایگرگ دارم به سمت بالا، یه دونه وی ایکس دارم به سمت پایین که میشه منفی، منهای وی ایکس مساوی با صفر. در نتیجه وی ایکس هم میشه چند؟ وی ایکس هم میشه همون آی ایکس که 5.
سیگما ام حول او مساوی با صفر. وقتی مقطع می‌زنید لنگر رو باید حول همون نقطه بگیرید که مقطع زدین. خب آی ایکس که مقدارش صفره و راستاش هم از همون نقطه می‌گذره، هیچی. آی ایگرگ ضرب در بازوش، بازوی این نقطه تا نقطه او چنده؟ مقدارش ایکسه، بازو ایکسه. حالا داره ساعت میگرده یا پاد داره ساعت میگرده، میشه منفی. دیگه چی دارم من اینجا؟ این نیروی وی و پی چون از هم در همین نقطه هستن لنگرشون صفره. یه لنگر خالص من اینجا دارم، ام ایکس دارم، یه ام ایکس دارم که داره پاد میگرده مثبت، مساوی با صفر. جانشین میکنیم، ام ایکس میمونه، این میره اونور میشه مثبت. ام ایکس مساوی میشه با چی؟ مقدار آی وای چنده؟ 5. یه منفی در سر میشه، میشه منهای 5 ایکس. این برای مقطع اول. خب من برای مقطع اول مقدار وی ایکس، ام ایکس و پی ایکس رو به دست آوردم. حالا بریم مقطع دوم. در مقطع دوم من وقتی سمت چپ رو نگه میدارم یه تکیگاه دارم، میام میرسم به نیروی 10 تن، دیگه رسیدم به مقطع دیگه تموم. خب این فاصله از مبدأ تا محل تکیگاه ایکسه، ولی من تو هر مقطع وقتی جلو میرم اطلاعات مقطع قبلی برام معلوم میشه، یعنی من میدونم فاصله این تکیگاه تا 10 تن هست 1 متر. حالا حدود x هم بین چند تا چنده؟ x هم میخوام از اینجا تا اینجا رو شامل بشه، میشه چند؟ از 1 تا 2. از 1 تا 2 برای مقطع شماره، این برای مقطع شماره 1 بود، این برای مقطع شماره 2. خب وقتی کل فاصله x، این قسمت قبلی 1، این فاصله میشه چند؟ x منهای 1. حالا می نویسیم تعادل رو، سیگما اف ایکس مساوی با صفر، در نتیجه پی ایکس صفر. سیگما اف ایگرگ مساوی با صفر، در نتیجه در جهت ایگرگ چی دارم؟ یه دونه آی وای دارم بالا، یه دونه 10 تن دارم پایین، یه دونه وی دارم پایین. پس میشه آی وای منهای 10 منهای وی ایکس مساوی با صفر، در نتیجه وی ایکس میشه چی؟ آی وای که هست 5، منهای 10 چه منهای 5. ببینم مقدار وی ایکس. بعدی سیگما ام او مساوی با صفر، در نتیجه چی دارم؟ یه دونه آی وای دارم تو این بازوی ایکس، یه دونه 10 تن دارم تو بازوی ایکس منهای 1، یه دونه ام ایکس دارم. پس آی وای در بازوی ایکس جهتش آی وای اینه دیگه، جهتش ساعتگرد یعنی منفی. 10 تن در بازوی x منهای 1 جهتش پاد مثبت. دیگه چی؟ یه دونه mx هم دارم. mx چیه؟ اونم داره پاد میگرده مثبت، مساوی با صفر. در نتیجه خب این میشه منهای 5x علاوه 10x منهای 10. میره اون ور میشه ام ایکس میمونه مساوی میشه 5x منهای 10x علاوه 10. پس در نتیجه ام ایکس میشه منهای 5x علاوه 10. اینم مقدار ام ایکس مقطع دوم. دیگه مقطع داریم نه. حالا من گفتم زیر اینو خالی بذاریم، ما باید نمودار رسم کنیم دیگه. ابتدا و انتهاشو رسم میکنیم. این نمودار پی
این نمودار V و این هم نمودار M. حدود مقدم هست از 0 تا 1، این یه متر هم از تو این جدا میکنه، این اینا رو، این مقدر نه محله که مقاطع عوض شد، یعنی از 0 تا 1، 1 تا 2، پس 1 رو باید جدا. خب حالا میخوام رسم کنم پی ایکس تو مقطع اول، یعنی از 0 تا 1 مقدارش چنده؟ همواره 0. خب این 0. تو مقطع دوم مقدارش چنده؟ از 1 تا 2 مقدارش 0. باز از 1 تا 2 هم مقدارش 0. وی ایکس، وی ایکس تو مقطع اول از 0 تا 1 مقدارش 5. 5. از 0 تا 1 مقدار وی ایکس 5. مقطع دوم وی ایکس از 1 تا 2 مقدارش منهای 5. منهای 5 از 1 تا 2 مقدارش منهای 5. خب این بالای خط مثبت، این پایین خط منفی. ام ایکس مقطع اول میشه منهای 5 ایکس، ایکس هم از 0 تا 1، یه بار به ایکس میدم 0، ام ایکس میشه 0، یه بار به ایکس میدم 1، ام ایکس میشه چی؟ منهای 5 دیگه. تو مقطع دوم میشه منهای 5 ایکس علاوه 10، حدودش بین چند تا چند؟ 1 تا 2. این مثبت 5، مثبت 5 ایکس. ببینید اینجا منهای آی وای ضرب در ایکس علاوه ام ایکس، ام ایکس میمونه، این میره اون و میشه مثبت 5 ایکس. تو مقطع اول وقتی به ایکس بدیم 0 میشه 0، وقتی بدیم 1 میشه 5. تو مقطع دوم وقتی به ایکس بدیم 1 میشه 5، وقتی بدیم 2 میشه 0. اینم همش بالاست میشه مثبت. این پنجه ماره لنگه. پس ببینید من الان در هر نقطه از این تیر که بخوام میتونم مقدار نیروی محوری، برشی و لنگر خمش رو به دست بیارم. وقتی به این شکل توجه کنین توی نمودار برش، ببینید ما وقتی رسیدیم به نیروی 10 تن، وقتی رسیدیم به نیروی 10 تن به سمت پایین، من به اندازه همین 10 تن رو نمودار دارم. نمودار هست از 5 تا منهای 5، یعنی چی؟ این مقدار میشه چند؟ میشه 10. پس من هر نیروی خالصی داشته باشم روی نمودار خودش پله دارم. یعنی چی؟ یعنی من اینجا نیروی خالص 10 تن دارم. جنسش چیه نسبت به این تیر؟ داره اینو میبره دیگه. پس من 10 تن برشی دارم. پس باید تو نمودار برش هم به اندازه 10 تن پله داشته باشم. اینم یه دونه عامل برای کنترل که ببینیم درسته. ببین من اینجا 10 تن پله داشتم به سمت پایین، 10 تن برش داشتم به سمت پایین، به اندازه 10 تن هم پله دارم به سمت پایین. مثال بعدی، صورت تمام اینا نوشته مطلوب است آنالیز تیر شکل، حالا یا مقابل یا شکل تیر. اما ممکنه سوالم بدن بنویسن که نمودار برش و لنگر خمش را به دست آورید.
ببینید یه شکل داده گفته مطلوب است آنالیز تیر شکل بگیرید. یه تیره که در نقطه آ تکیگاهش گیر داره، نقطه بی آزاد. یه بار گسترده 7 کیلو نیوتن متر هم برش اعمال شده. از ما خواسته نمودار برش و لنگر خمش رو برای به دست. ما اصلا نمیتونیم با بار گسترده کار کنیم، باید تبدیل کنیم به بار متمرکز. ما با بار گسترده نمیتونیم کار کنیم، حتی برای دست آوردن عکس العمل تکراری. پس من اینجا الان تیر رست میکنم، به جای بار گسترده میام بار معادل شو دست میارم، پی ای یک اسمشو میزنم. خب پی ای یک مقدارش میشه 7 ضرب در این طول، 7 ضرب در 5 میشه 35، 35 کیلو نیوتن. خب محلش کجاست؟ مرکز هندسی این بار اینه تیر، مرکز هندسی این بار گسترده مستطیله، میشه توی دو و نیم یعنی 5/2. حالا میتونم عکس العمل های تکیگاهی رو به دست بیارم. سیگما اف ایکس مساوی با صفر، های ایکس، های وای و ام آ. در نتیجه های ایکس صفر، سیگما اف وای مساوی با صفر، در نتیجه های وای من های 35 مساوی با صفر، در نتیجه های وای میشه 35 کیلو نیوتن. سیگما ام هول نقطه آ مساوی با صفر، در نتیجه چی داریم؟ آی ایکس آی وای که هیچی، یه دونه آی متمرکز داریم، ام آ داریم که داره ساعت میگرده منفی، یه دونه پی ای یک هم دارم که داره ساعت میگرده در بازوی دو و نیم. در نتیجه ام آ میشه منهای 87 کیلو نیوتن متر. مرحله اول انجام شد. حالا باید تعداد مقطع رو مشخص کنیم. خب گفتیم وارد جسم که میشه من باید یه مقطع بزنم. وارد جسم شدم، دقیق اومدم تو بار گسترده، پس دیگه نیاز نیست داخل بار گسترده هم یه مقطع بزنم. این بار گسترده هم تا آخرش ادامه داره، پس یه دونه مقطع میخواد. من سمت چپ رو نگه میدارم، مبدأ هم هست نقطه آ. پس من الان یه شکل دارم بیش اینجوری که این فاصله دیگه 5 متر نیست از مبدا تا محل مقطع که ایکسه. ایکس هم هست بین 0 تا 5 مقطع شماره 1. حالا من اینو باید حل کنم، جهت پی و وی و ام قراردادیه، گفتم اینا معلوم، های وای و ام آ. حالا تعادل می‌نویسم، سیگما اف ایکس مساوی با صفر، در نتیجه آی ایکس که صفره پس پی ایکس هم صفر. سیگما اف وای مساوی با صفر، در نتیجه در جهت ایگرگ چی داریم؟ یه دونه آی وای داریم، یه بار گسترده. دیگه من با بار گسترده نمیتونم کار کنم، من این نیازم قبلش بکشم. وقتی که شکل بار گسترده داره باید تبدیل بشه به یه شکل معادل.
این شکل رو تبدیل میکنم به یه شکل معادل پی ای دو دو میذارم که با این پی ای یکه اشتباه نشه. خب پی ای دو مقدارش چنده؟ میشه 7 کیلو نیوتن متر ضرب در این فاصله، یعنی x 7 x. محلش کجاست؟ x دوم. حالا میتونم برای این بنویسم در جهت y چی دارم؟ یه دونه آی وای دارم به سمت بالا، یه دونه 7 x دارم به سمت پایین، یه دونه v x هم دارم به سمت پایین مساوی با 0. در نتیجه v x هم میشه میرون و میشه این آی وای بود چند؟ آی وای بود 35. پس میشه منهای 7 x علاوه 35 سیگما ام هول او، نقطه ای که مقطع زدیم، مساوی با 0. چی داریم؟ ببینید کار به این شکل نداریم ها، ما این شکل رو دیگه الان دیگه شکل اصلیمونه. توی این شکل لنگر چی داریم؟ یه دونه ام آ دارم که داره ساعت میگرده، میشه منهای ام آ. خب توی این نقطه است دیگه، آی وای ضرب در ایکس، اونم داره ساعت میگرده میشه منفی. دیگه چی دارم؟ پی ای دو ضرب داره ایکس دوم. پی ای دو چجوری داره میگرده؟ مثبت پاد داره میگرده. دیگه چی دارم؟ وی و پی که هیچی، یه دونه ام ایکس دارم که اونم داره پاد میگرده میشه مثبت. ام ایکس میمونه، اینا میرن اون بر. پی ای دو چی بود؟ 7 ایکس ضرب در ایکس دوم میشه 3.5 ایکس دو، رفت اون بر شد منفی. آی وای مقدارش چنده؟ 35. آی وای مقدارش 35 ضرب در ایکس، رفت اون بر میشه مثبت علاوه 35 ایکس. ام آ مقدارش چنده؟ 87.5 منفی. این منفی با اون منفی میره، منفی هم خودش داشت میشه منهای 87.5. این شد معادله ام ایکس. حالا نمودار رو میخوام رسم کنم. خب پی یه مقطع بیشتر ندارم دیگه، همه صفر. پی مساوی صفر. وی میشه منهای 7 ایکس علاوه 35. یه بار به ایکس باید بدم صفر، یه بار بدم 5. وقتی بدم صفر میشه مثبت 35. وقتی بهش بدم 5 میشه صفر. بالای نمودار مثبت. mx mx وقتی بهش بدم صفر میشه منهای 87.5. بین صفر و 5 دیگه، منهای 87.5. وقتی بهش بدم 5 میشه صفر. اینو حساب کنید میشه صفر، یعنی اینجا. خب یه نکته هست، این الان یه معادله درجه 2ه، بخوام رسمش کنم سهمیه. سهمی وقتی ضریب x2 منفی باشه میشه تقعر رو به پایین. اینم رسم نمودارش. یه مثال دیگه هم حل کنیم.
این ما از مثالای آسون داریم میریم به سمت مثالایی که یکم پیچیده تره، اما هیچ کاری نداره. شما برای هر مقطع باید شکل رو بیارین بیرون، اطلاعات مقطع قبلی روی مقطع بعدی میشه معلوم، شکل رو رسم کنید. اگر بار گسترده داشته باشین، بار گسترده رو تبدیل کنین به بار معادل، وقتی شکل ساده شد برایش معادلات تعادل بنویسین برای هر مقطع. شاید حجم معادلات یکم زیاد باشه، اما روش یکیه. شما باید شکل رو ساده کنین و معادلات تعادل بنویسین. تمام کارهایی که شما باید انجام بدین فقط بر اساس معادلات تعادله. دو متر، یک متر و یک متر. خب ببینید یه بار گسترده اعمال شده. اول بار گسترده زیاد شده تا رسیده به 1 کیلونیوتن بر متر طول. بعد این به صورت یک نواخت رفته جلو، بار گسترده قطع شده، یه تیکه گاه داریم و یه دونه بار 1 کیلونیوتن. گفته آنالیز این تیر رو میخواد از ما. خب بار گسترده با نمیتونیم کار کنیم، چیکار میکنیم؟ میخوام عکس العمل های تکیگاهی رو به دست بیارم دیگه. یه دونه آی وای دارم، یه دونه آی ایکس، اینجا هم یه دونه دی وای دارم. پی ای یک به جای این میزنم پی ای یک، و به جای بار مستطیلی هم میزنم پی ای دو. مقدارشون رو بعد پیدا کنم. این هم 1.5 کیلونیوتن. مقدار پی ای یک میشه 2 ضرب در 1 تقسیم بر 2 تقسیم بر 2 میشه 1. پی ای دو میشه 1 ضرب در 2 میشه 2. حالا محلش، محل این میشه 2/3 از رأس، یعنی 2/3 این 2 میشه 4/3 و 1/3 از کف. این یه متر، این کل این فاصله، این هم یه متر، این 2 متر، این هم 2 متر. خب ببینید کل فاصله 2 متره. خب این بار پی ای یکی کجا میشینه؟ این 2 متر. ببینید این 2 متر، این فاصله 2 متر. اینه پی ای یکی کجا میشینه؟ 2/3 از رأس، 1/3 از کف. پی ای دو کجا میشینه؟ مستطیله، میشینه وسط. 1/1. اون فاصله دیگه هم معلوم. خب سیگما اف ایکس بنویسیم مساوی با 0، آی ایکس هم 0. سیگما اف وای بنویسم مساوی با 0. در نتیجه چی دارم؟ یه دونه آی وای دارم بالا،
مثبت. بره پی ای یک دارم پایین منفی، مقدارش هم یک. یه دونه پی ای دو دارم پایین منهای دو. یه دونه دی وای دارم بالا مثبت. دیگه چی دارم؟ یه دونه 1.5 کیلو نیوتن دارم پایین مساوی با صفر. پس آی وای علاوه دی وای مساوی میشه با 4.5. خب سیگما ام حول نقطه آ میگیرم مساوی با صفر در نتیجه. یه پی ای یک دارم ضرب در 4/3، یک ضرب در 4/3. چجوری میگرده؟ ساعت میگرده منفی. یه دونه پی ای دو دارم که مقدارش 2ه، بازوش چنده؟ این فاصله کلش 2، اینم 1 میشه 3. ساعت میگرده منفی. یه دونه دی وای دارم ضرب در 5، پاد میگرده مثبت. یه دونه 1.5 کیلو نیوتن دارم ضرب در 6، ساعت میگرده منفی مساوی با صفر. از این نتیجه میشه دی وای مساوی میشه با مقدار دی وای میشه 3.27. خب 3.27 رو تو اینجا نشین کنیم، مقدار آی وای میشه 1.23 کیلو نیوتن. من مقادیر رو اینجا بنویسم. آی وای میشه 1.23، دی وای میشه 3.27. حالا باید مشخص کنیم چقدر چند تا مقطع میخواد. مقطع گفتیم هر وقت شرایط بارگذاری تغییر کرد باید مقطع بزن. مقطع رو میگیریم نقطه آ، وارد جسم میشیم یه مقطع میزن. خب تو بار گسترده مثلث میایم جلو. در نقطه B بار گسترده‌ای که با یه شیب یک نواخت داشت زیاد میشد تبدیل شد به بار گسترده یک نواخت، شیبش صفره، پس شرایط بارگذاری عوض شد. تو اینم باید مقطع بزن. تو نقطه C به بعد بار گسترده قطع شد، یه مقطع میخواد مقطع C، و بعد از تکیگاه باید یه مقطع بزن. 4 تا مقطع دونه دونه میاریم بیرون. مبدا نقطه A، مقطع شماره 1، این مبدا، این x، p، v و m. x هم بین 0 تا 2. خب حالا من با بار گسترده نمیتونم کار کنم، باید این تبدیل کنم. مقدار بالای این چنده؟ اون اوجش میرسه به 1، ولی من تو مقطع ندارم چنده، پس اینو میگیرم ال وای. مقدار ال وای رو میخوام به دست بیارم، تشابه مثلث مینویسم. توی 2 متر مقدار امدا هست 1، در x مقدارش هست ال وای، پس ال وای میشه x دوم. مقدار ال وای به دست اومد میشه x دوم. اینو تبدیل میکنم، یه دونه باره معادل پی ای سه. مقدار پی ای سه میشه مساحت این مثلث، یعنی x دوم ضرب در x، x دو چهارم، x دوم ضرب در x تقسیم بر 2.
محلش کجا میشه؟ دو سوم از راس، یه سوم از کف. x سوم دو تا x سوم. p v و m. حالا تعادل می‌نویسیم. سیگما f x مساوی با صفر، در نتیجه p x صفر. سیگما f y مساوی با صفر، در نتیجه منهای وی ایکس منهای پی ای سه مساوی با صفر، در نتیجه وی ایکس میشه منهای ایکس دو چهارم. سیگما ام او مساوی با صفر، در نتیجه اینجا یه دونه آی وای داشتم. علاوه آی وای مساوی با صفر، در نتیجه وی ایکس میشه آی وای چند بود مقدارش؟ یک ماهز 23 میشه من های ایکس دو چارم علاوه یک ماهز 23. ببینید من این تکیگاه رو یادم رفته بود حکس الابلش رو جانشین کنم، به خاطر میداشتم میخواستم اشتباه برم جور. خب حالا لنگر ام او مساوی با صفر، در نتیجه تو نقطه او چی دارم؟ یه دونه آی وای دارم ضرب در ایکس، ساعت میشه منفی منهای آی وای ضرب در ایکس. دیگه چی دارم؟ یه دونه پی ای سه دارم و بگره ایکس سوم، پاد میگرده میشه مثبت. یه دونه ام آ دارم، یه دونه ببخشید ام او دارم یا همون ام ایکس، اونم داره پاد میگرده میشه مثبت. جانشین که بکنیم ام ایکس میشه منهای صفر ممیز صفر 833 ایکس علاوه یک ممیز 23 ایکس مقدار ام ایکس هم میشه. این مقطع اول. پس مقدار ام ایکسش دست اومد، مقدار وی ایکس هم به دست اومد. مقطع دوم، چون من جانه دارم مجبورم اینا رو پاک کنم. مقطع دوم معادل میشه پی ای چهار پی ای پنج. پی وی و ام. کل این فاصله ایکسه، این قسمت هست دو متر، این دو متره، پس این چنده؟ ایکس منهای دو. مقدار پی ای چهار گفتیم وقتی تو مقطع بعد میریم مقادیر مقطع قبل مشخصه. خب مقدار پی ای چار میشه مساحت مثلث دو ضرب در یک تقسیم بر دو. پی ای چار مقدارش میشه دو ضرب در یک تقسیم بر دو، میشه یک. محلش کجاست؟ میشه دو سوم از راس، یک سوم از کف برای این فاصله. این بهتر راست کنیم. دو سوم دو
یک سوم دو. پی ای پنج چنده؟ پی ای پنج دیگه این نیست که بگم دو ضرب در یک. چرا؟ چون این فاصله دیگه دو نیست، این فاصله ایکس منهای دو. ببینید این فاصله ایکس منهای دو، کلش ایکسه. پس میشه ایکس منهای دو ضرب در یک. محلش هم که مشخصه، ایکس منهای دو دوم و ایکس منهای دو دوم. حالا میتونیم حل کنیم. سیگما اف ایکس صفر در نتیجه پی ایکس صفر، سیگما اف وای صفر در نتیجه در جهت وای چی داریم؟ یه دونه آی وای داریم به سمت بالا، یه دونه پی ای چار داریم به سمت پایین منفی، یه دونه پی ای پنج داریم به سمت پایین منفی، یه دونه وی ایکس هم داریم به سمت پایین منفی، مساوی با صفر. جانشین کنین جواب میشه حدود ایکس هم نگفتم. ایکس بین چند تا چنده برای مقطع دوم؟ بین دو تا چهار. مقطع دو جانشین کنین وی ایکس میشه منهای ایکس به علاوه 2.23. این معادله بی ایکس. سیما همه او مساوی با صفر در نتیجه یه دونه آی وای دارم ضرب در ایکس داره ساعت میگرد میشه منفی، یه دونه پی ای چار دارم ضرب در کل این فاصله ایکس، این قدرشو کم میکنم میشه ایکس منهای 4/3. اونم داره اون داره پاد میگرده میشه مثبت. دیگه چی دارم؟ پی ای 5 دارم ضرب در این فاصله ایکس منهای 2/2. دیگه چی دارم؟ یه لنگر خالص ام ایکس دارم. پی پنج هم مثبت بود. ام ایکس هم مثبته. پاد میگرد. مساوی با صفر. در نتیجه ام ایکس مساوی میشه با مقدارش که به دست میاد برای مقطع دوم منهای نیم ایکس دو علاوه 2.23 ایکس منهای 0.667. این میشه مقدار mx. برای مقاطع 3 و 4 من اگر بخوام از مبدا سمت آ شروع کنم بیام جلو، دوباره تمام اینا رو باید پی 6 پی 7 بگیرم بیام اینجا، خیلی حجم محاسبات زیاد میشه. ببینیم چی کار باید بکنم. این کاری که انجام میدیم یه راه کمکیه که راه کوتاه‌تر هم هست. به جایی که مبدأ رو بگیرم این بر میگیرم اینجا. حالا مبدأ اگر این بر باشه مقطع 3 چه شکل میشه؟ این میشه مقطع شماره 3. این فاصله حالا میشه x، اینم دارم این هست یه متر، این p v و n. حالا برای این سیگما حدود x هم بگم، حدود x هم هست بین چند تا چند مبدا این بره. برای اینکه این مقطع رو شامل بشه حدود ایکس هم میشه مبدا اگر از اینجا بیاد میشه از یک تا دو، از یک تا دو مقطع شماره است. حالا سیگما اف ایکس مساوی با صفر در نتیجه پی ایکس صفر، سیگما اف وای مساوی با صفر در نتیجه در جهت وای چی دارم؟ یه دونه
منهای یک و نیم دارم، یه دونه دی وای دارم به سمت بالا و یه دونه دی ایکس هم دارم به سمت بالا. مقدارش میشه برای وقت سه دی وای بود 3.27 منهای یک و نیم علاوه اینا میرن اومد جان چی میشن؟ یه منفی درشون ضرب میشه، پس وی ایکس میشه یک و نیم منهای 3.27. جوابش میشه 1.77 77 منفی. پس وی ایکس هم شد منهای 1.77. حالا سیگما ام مساوی با صفر، ام او در نتیجه چی دارم؟ یه دونه یک و نیم دارم ضرب در ایکس، این فاصله میشه چی؟ ایکس منهای یک، این ور یکی میشه ایکس منهای یک. خب یک و نیم داره ساعت میگرد میشه منفی. دیگه چی دارم؟ یه دونه دی وای دارم یه وای دارم ضرب در ایکس منهای یک، اون داره چجوری میچرخه؟ اون داره پاد میگرده پس میشه مثبت. و یه دونه ام ایکس هم دارم که داره ساعت میگرده من مثبت به صفر. خب مقدار ام ایکس mx میشه منهای 1.5 x علاوه 3.27 در x منهای 3.27 میشه 1.77 در x منهای 3.27. این برای مقطع سوم. مقطع چهارم، مقطع چهارم حدودا بین 0 تا 1. حالا سیگما اف ایکس مساوی با 0، پی ایکس 0، سیگما اف وای مساوی با 0، وی ایکس مساوی با 1.5، سیگما ام او مساوی با 0، ام ایکس میشه منهای 1.5 x. خب برای هر چهار مقطع مقدار p, v و m رو به دست آوردیم. مقدار p x که برای همه‌شون صفر، مقدار پی همه جا صفر، مقدار وی ایکس، مقدار وی ایکس تو مقطع اول معادلاتشو دارین شما، وقتی بهش حدودش هست بین 0 تا 2، بهش بدیم 0 میشه 1.23، بهش بدیم 2 میشه 0.23، تقاورش هم رو پایین. تو دومی حدودش هست بین 2 تا 4، بهش بدیم 2 میشه 0.23، بهش بدیم 4 میشه منهای 1.77. خط، این خط منهای 1.77. تو مقطع 3، مقطع 3 حدودم بین چند تا چنده؟ حدودی که تو مقطع 3 نوشتم بین 1 تا 2، 1 برای مقطع 3 اینجاست، 2 اینجاست، یعنی من وقتی 1 میدم میشه منهای 1.77. این نقطه 1، وقتی 2 میدم باز اونم میشه منهای 1.77. این نقطه 2 برای مقطع شماره 3. شماره 4 هم
میشه 1.5 از 0 تا 1، صفرش اینه، یکش اینه. ببینید من اینجا به اندازه 2.23 پله دارم، چون اینجا نیروی اکسون عمل تیفیگاهی هم خودش نیروی متمرکز برشی. خب برای لنگر اینجا مثبت، اینا زیر محور منفی، اینا بالا مثبت. خب لنگر بهش 0 بدیم تو مقطع اول، 0 بهش 2 بدیم میشه 1.79، باز بهش 2 بدیم میشه 1.79، 4 بدیم میشه 0.25، 1.5 تو مقطع سوم بهش 1 بدیم میشه 1.5، بهش 2 بدیم میشه 0.25، در مقطع چهارم هم بهش 0 بدیم 0، 1 بدیم میشه 1.5. ببینید حجم محاسبات یکم زیاده ولی روند ثابت. نه قسمت نیفتاده، حالا بذاری من نمودار لنگر رو مجددا رسم کنم. نمودار لنگر تو قسمت 0.25 میاد میرسه به نقطه 1.5، از 1.5 هم میرسه به نقطه 0، بالای منحنی مثبت، پایین منفی. این فصلتون هم به پایان رسید، خسته نباشید.